خانم و آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. من در برنامه دیشب، همیهنان گرامی، به چند مسئله اشاره کردم، ولی در درجه اول بحث من راجع به کتابی است که آقای قانعی فرد، یه محقق و یک تاریخ نگار، اخیراً انجام داده و گفتگوی کرده چندی قبل با آقای پرویز ثابتی، مقام امنیتی سابق که در تلویزیون ملی ایران در اون زمان می آمد و صحبت می کرد و تقریبا تنها کسی بود که رابطه بین ساواک و مردمی بود که می خواستن از فعالیت های ساواک آگاهی پیدا کنه. آقای ثابتی در اون برنامه ها اطلاعاتی راجع به گروه های تروریستی به قول ایشون و اینی که اینا چه اقداماتی دارن انجام میدن اینا صحبت میکرد و در یکی دو تا برنامه که منم موقع کارمند رادیو تلویزیون ملی ایران بودم، مسئول خبر بودم، گوینده خبر بودم، ایشون یادم میاد که در یکی از برنامه ها برای تحقیر کسانی که مخالف بودن و دست به اسلحه برده بودن، که بحث خیلی مفصلیه اینه جریان، که چرا بعضیا در اون زمان شروع کردن به عملیات مسلحانه، آقای بهرام مشیری در برنامهش که با آقای عرسی داشتن به این موضوع اشاره کردن خیلی گذرا. دلیلش هم این بود که یادم هست آقای بازرگان در آخرین دادگاهی که تشکیل شده بود برای بررسی به اصطلاح جرمهایی که به نهضت آزادی در اون زمان گفته می شد، عده زیادی از سران نهضت آزادی گرفتن، در آخرین دادگاه گفت من آخرین ماها نهضت آزادی آخرین دسته ای هستیم که با بدون اسلحه و بدون خشونت صحبت می کنیم و میدونیم که مجاهدین خلق از بطن نهضت آزادی آمدن بیرون. یه تاریخچه خیلی مفصلی داره که من نمیخوام وارد این بحثا بشم. و بعدم فدایان خلق بودن که افکار مارکسیستی داشتن و اینا در اون زمان تشخیص داده بودن که باید در راه مسلحانه وارد شد، دست به عملیات تروریستی میزدن. حالا اینکه کار اینا درست بود یا نه اصلا بحث امروز من نیست. در هر صورت یادمه که آقای پرویز ثابتی در یکی از این برنامه ها میگفت در یک کوهستانی رفته بودن، دیده بودن، من اینو خودم شنیدم، که یه عده ریشای بلند دارن و مثل کسانی که در غارها زندگی میکردن، از اینا پرسیدن شما چیه، چیکار هستین؟ گفتن ما چریکی. گفتن خب شما چرا ریش و هیبت اینطوری دارن دارید؟ گفته بودن که ما این پایین یک به اصطلاح ایستگاه ژاندارمری است، یه پایگاه ژاندارمری است و ما از ترس اونا سالهای متمادی اینجا هستیم و ریش گذاشتیم و ایشون تأخیر میکرد این کارو. حالا آقای پرویز ثابتی، مقام امنیتی و رئیس و مسئول امور امنیت داخلی، عده زیادی شاهد هستند، عده زیادی در افواه منتشر شده که شنیدن اینو، که ایشون مسئولیت بسیاری از عملیات خشونتبار ساواک رو از جمله شکنجه دگراندیشان رو مسئولش بوده و نظارت میکرده. در این گفتگو که آقای پرویز ثابتی با آقای قانعی فرد کرده، نه تنها منکر این جریانات شده، بلکه خودش رو به عنوان یه آدم اصلاحگری که بسیار مخالف ارتشا، دزدی و اعمال زور در برخورد ما مخالفین بوده، قلمداد میکنه و میگه به خاطر همین من با آقای اسدالله علم با دیگران در افتادم و اینها سعایت کردن پیش محمد رضا شاه
و حتی منو تهدید کردن به این که اخراجم میکنن، زندانی میکنن، و در حقیقت خودش یه آدم مصلح اجتماعی قلمداد میکنه که در اون رژیم شخص اول مملکت ایشون رو به جرم خوب اندیشی و داشتن نظریات بسیار پیشرو تهدید کرده به مجازات و دادگاه صحرایی و از این حرفا، که اینها رو عقیده من، چون من وقت ندارم در این برنامه نمیتونم همه رو منعکس کنم و راجع به این صحبت کنم. من اصلا راجع به اون جریان صحبت نمی‌کنم. برعکس آقای عرسی و خیلی از دوستان، من معتقدم که کار خیلی خوبی شده. ایشون اومده نظراتشو گفته، این نظرات مکتوب شده و این قضاوت به عهده مردم ایرانه که ببینن آقا اعمال و کارنامه ایشون درست بوده یا غلط بوده. با در نظر گرفتن این که همه شواهد نشان دهنده اینه که ایشون از شکنجه و این مسائل کاملا آگاهی داشت، من اصلا راجع به این بحثم، راجع به این موضوع هم بحث نمی کنم. ولی خوبیش اینه که ای کاش همه آدمایی که در گذشته در کارهای مربوط به رژیم بودن، اصولا در زمینه ادبیات، در زمینه سیاست، اینا بیارن حرفاشونو منعکس بکنن. ممکنه 80% دروغ باشه، ولی اون 20% به درد میخوره. ممکنه یه عده زیادی از خودشون تعریف کنن. ما عادتمونه ایرانی ها خاطرات نویسی که میکنیم، سعی میکنیم تقصیرها رو بنزیم گردن دیگران و از خودمون یک موجود خوب، منصف، با عدالت، از اینا یاد بکنیم. فرقی هم نمیکنه شما چه دست راستی باشید، چه وسط باشید، چه چپ باشید. ما چپش هم دیدیم، از جمله آقای کیانوری، همه رو به لجن کشیده و از خودش تعریف کرده و از نظرات خودش، در حالی که در خود حزب توده تعداد بیشماری راجع به وابستگی ایشون و این که یک حزب تراز اول نوین رو در ایران که عده زیادی روشنفکر وطنخواه به خاطر عرق ملی رفته بودن اونجا، اینا رو وابسته کرد به سیاست‌های اتحاد شوروی و اونا دستور صادر میکردن و ایشون کارا رو انجام میدن. حالا به همه لجن مالی کرده آقای کیانوری، همینطور که خیلی از رجال گذشته هم به دیگران لجن مالی کرد. مثلا شما خاطرات آقای نهاوندی که میخونی، آقای نهاوندی تو این بحثایی که میکنه تو این کتاباش با کسانی که خیلی دشمنه، یکی هویداست، یکی از کسانی که خیلی مورد تاخت و تاز ایشون قرار میگیره، مخالفینی هستن که به اعتقاد ایشون اینها باعث این جریانات شدن در ایران و سقوط رژیم شدن، و مرتب از خودش تعریف میکنه، چه در مقام وزارت آبادانی مسکن، چه به عنوان رئیس دفتر شهبانو، و چه به عنوان رئیس دانشگاه پهلوی شیراز و تهران. بیشترین تعریف ها رو از خودش میکنه و به دیگران بد و بیرا میگه. از بختیار که بسیار بدگویی میکنه، و یک جا هم که بعدن شهبانو تکذیب کردن و گفتن که خیلی جاها ایشون حقیقت رو نگفته، میگه من در قاهره در خدمت اعلیحضرت بودم، اومدن به اولیاعظمت گفتن آقای رضا قطبی پای تلفنه، و اولیاعظمت رفتن با رضا قطبی صحبت کردن، و وقتی که آمدن گفتن رضا، به اعلیحضرت گفتن رضا سلام رسونده، که اعلیحضرت شروع کردن فحاشی کردن به رضا قطبی، که بعدن این حرفا رو تکذیب شد از طرف شهبانو. حالا منظورم اینه، اما مسئله‌ای که امروز برای من مطرحه اصلا اینا نیست. اینی که آقای پرویز ثابتی درست یا غلط این خاطرات رو نوشته و تعریف میکنه و میگه که اصلا شکنجه از زمان اصلا مصدق بود که شکنجه رو باب کرد، در صحبتاش میگه. حالا اینا رو همه رو میذاریم کنار، اما بحث امروز من راجع به آقای قانعی فرد. 3 ماه پیش در همین لس آنجلس آقای قانعی فرد اومده بود، من این دیشب اینا رو گفتم، امروز برای کسانی میگم که گوش نکردن، به من تلفن کرد گفت فرجی آقای قانعی فرد اینجا هستن. من یکی دوتا مصاحبه از آقای قانعی فرد دیده بودم، جالب بود، ولی اظهار نظری راجع به اینکه این حرفا درسته اینا، چون در جریان مصاحبه کننده ها نبودم، ولی اینی که ایشون رفته صحبت کرده و این صحبت ها رو گفته برای من جالب بود. وقتی که تلفن رو داد دست آقای قانعی فرد، آقای قانعی فرد و من بهش گفتم که آقای قانعی فرد من شما رو از طریق این مصاحبه ها میشستم، جالب بود برای من این دو مصاحبه هاتون. ایشون گفت آقای فرجی شما یادتون رفته من اومده بودم در سخنرانی استاد مشیری
به مناسبت این جریان شاهنامه و شما اونجا با من واشتادی این عکس گرفتید. گفتم معذرت میخوام آقای قانیفر، من خب پیریه و هزار آلزایمر شاید گرفتم. گفتم من فراموش کردم و واقعا هم اینطوری همینانی خیلی کسا هستن منو در روز میبینن سلام علیک میکنیم و این حمله بر بیادبی من نیست، من فراموش میکنم. خیلی آدم های متعددی رو میبینم و متاسفانه ضعف حافظم بعض وقتا کمک میکنه و یادم میره. به ایشون گفتم خیلی عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام، من فراموش کردم. ایشون خوشش نیومد از اینکه من ایشون رو نشناختم. اما یک مسئله است که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، من اصولا کسی رو که به عنوان تاریخ نگار، وقایع نگار، مصاحبه کننده ازش نام میبرم و میشناسم اینطوری که آدم منصفی باشه، بی‌طرف باشه. شما وقتی که راجع به تاریخ صحبت میکنی، نمونه دارم، نمونه براتون میارم. آقای عباس میلانی یک محققه، کسی است که زحمت کشیده، دو تا کتاب نوشته، کتاب هویدا رو نوشته و کتاب شاه رو. زحمات زیادی کشیده، منصفانه باید گفت زحمت کشیده. سر این کتاب آقای هویدا با ده ها نفر مصاحبه کرد، صدها سند، هزاران سندی رو که در انگلیس در اسناد وزارت خارجه بوده، در آمریکا در اسناد وزارت خارجه و به اصطلاح اسنادی که تا به حال اومده بیرون، مطالعه کرده، کتاب هویدا و شاه رو نوشته و با وجودی که نظرات خاص خودش هم داره سعی کرده بی‌طرفانه به این مسائل اشاره کنه. در مصاحبه‌ای هم که من اصلا آقای عباس میلانی رو نه تا حالا دیدم نه باش دم خورم، اصلا تلفنی هم با ایشون تا به حال صحبت نکردم. نمونه دیگری براتون میارم. حسین مهری، استاد مسلم مصاحبه‌های نوین. من به حسین مهری بسیار اعتقاد دارم، نظرات خودشو داره، ولی به قدری با ظرافت و زیبایی، چون کارش این بوده، جز بهترین مترجمای مملکت ما بوده حسین مهری، زحمات زیاد، بسیار آدم پریه، ولی هیچ ادعایی نداره، هیچ. در رادیو صدای ایران یه برنامه هست که آقای حسین مهری مصاحبه میکنه با چهرهای مختلف، فوشم خورده، بهش گفتن آقا چرا با این صحبت کردی؟ کاری به این کارا نداره. با اشراف و تسلط کامل و بی‌طرفی میاد مصاحبه میکنه و بسیار تخلیه اطلاعاتی میکنه از اون آدما و اینا رو در اختیار شنوندگان خودش قرار میده. من همیشه در این مورد صحبت کردم، حالا این نمونه ها رو آوردم. آقای قانیفر ولی این کارو نکرده، اومده با آقای پرویز ثابتی صحبت کرده، این خاطرات نوشته، اما در برنامه افق که آقای دهقانپور در صدای آمریکا با ایشون صحبت میکنه، من آخرین قسمت این برنامه رو براتون امروز پخش میکنم، شما این قسمت رو گوش کنید و بعد من نظرم رو نسبت به صحبت‌های آقای قانیفر میگم. آلمان همکار و به اصطلاح رابط و مربوط بوده و بعد در طبق اون اسناد دوست دختر ایشون مأمور CIA بود و یک ماه قبل از انقلاب به بهانه عمل جراحی دندان ایشون به امریکا سفر میکنه و این حائز اهمیته و در این سنت ها اومده که دیدار با برژینسکی و مسئول میز ایران در CIA داشته. به هر حال بنده گفت که کسان مخالفو که میگیره در زندان بندازه و در زندان بتونه از اینا اطلاعات بگیره، ها تا چقدر شکنجه میکرده این افرادی که میگرفته، چند نفر رو شکنجه میکرده. بله. اینا مسائلیست که ما راستش در تا هنوز هم نمیدونیم دقیقا نمیدونیم، ولی اگر یک نفر رو حتی شکنجه میشده، دو نفر هم شکنجه میشدن، به نظر من یه چیزیست که باید در موردش ما نقد کنیم و رد کنیم این موضوع رو. قطعا یکی از این افرادی که مورد شکنجه واقع شده در طول برنامه با ما خواهد پیوست. آقای قانیفر بحث اگر در این ارتباط دارید بشنویم و دوست دارم یه پاسخ بدید به این پرسشی که بسیاری مطرح کردن در فیسبوک افق هم مطرح شده که رابطه روحانیت با سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا همیشه مطرح بوده، چقدر این موضوع در کتاب مطرح شده؟
والا من یک بار با آقای ابراهیم یزدی گفتگو میکردم، ایشون به من گفت که در بسیار حائز اهمیت برای تاریخ ایران که در مورد آیت الله بهشتی تحقیق کنید. خلاصه در بین اسنادی که CIA منتشر کرده و در دانشگاه ییل موجوده، بهشتی با آقای دادستان نماینده ساواک در آلمان همکار و به اصطلاح رابط و مربوط بوده، و بعد در طبق اون اسناد دوست دختر ایشون مأمور CIA بود و یک ماه قبل از انقلاب به بهانه عمل جراحی دندان ایشون به امریکا سفر میکنه و این حائز اهمیته و در این سندها اومده که دیدار با برژنسکی و مسئول میز ایران در CIA داشته. به هر حال بنده گفتگو با برژنسکی و گری سیک در روزنامه شرق تهران منتشر شده و برژنسکی این رو رد میکنه، ولی خانم رهنورد در فیلم آخری که مصاحبه کرده و از ایشون منتشر شد، خانم زهرا رهنورد اشاره میکنه به اون داستان که آقای بهشتی گفته که ما روایت انقلاب رو خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکردیم به دست میآوردیم. اون چه دیگه‌ای که در بین سندها هست، معمولا افراد رو اون حاله تقدسی که طرفدارانش به دورش میپیچن معمولا در بین سندها این نیست. نمونه حائز اهمیتش اگر اجازه بفرمایید و وقت داشته باشم در 30 ثانیه، مسئله شاپور بختیار هست که غیر از اون مواردی که در اسناد خانه سدان توسط مظفر بقایی رخ داده میشه، ما در اون سندها چند تا چیز میبینیم. یکی اینکه به خواست انگلیسی ها ایشون نماینده آبادان در مجلس میشه، دو در شرکت شیشه قزوین با اسدالله رشیدیان مهره مشهور انگلیس مربوط بوده، سه با به اصطلاح درخواست نخست وزیر سابق انگلیس و فرع پهلوی و مقدم نخست وزیر میشه، و آخر الامر هم خب به آغوش صدام و حزب بعث رفت در حمله اعراب به کشور ما. به هر حال در عوام فریبی و حاله مقدس سازی چیز غریبی در تاریخ ایران نیست، همونطوری که مثلا برای بسیاری از شخصیت ها یک چیز تقدسی درست میکنن مثل مقدس مثل مصدق السلطنه، طبعا برای بسیاری از افراد هم چه در سلک روحانیت هم همچین مسائلی هست. ولی این اسناد در مورد آقای بهشتی در واقع چیز عجیبی نیست و در سندهای سالیانی سال 1979 CIA هم که منتشر شده اینها رو میبینیم. ولی به هر حال من سپاسگزار از آقای یزدی هستم که منده رو حواله فرمود به اون دیدار، ولی دیدار آقای بهشتی با مسئول میز ایران در CIA که در حدود 41 صفحه هست، من فکر میکنم بسیار حائز اهمیت برای مورخان و محققان ما که اون رو بخونن و شرایط اون ایام رو درک بکنن. آقای نفر در یک جمله پاسخ بدید، ساواک پرسش اول برنامه، ساواک روند فروپاشی حکومت پهلوی رو تسریع کرد یا به تعویق انداخت؟ من فکر میکنم به خاطر انتخاب نصیری و مقدم میشه گفت که زمینه فروپاشی رو فراهم کرده، ولی مسئولیت آخرالامر انقلاب ایران با خود مردم هست و انداختن به گردن دیگران نوعی پاک کردن صورت مسئله خواهد بود، مثل ماجرای عزاداری 28 مرداد. سپاسگزارم. آقای انتصار همین سوال با شما در میذاریم، پاسخ کوتاه یک دو جمله بفرمایید. بله من با همین گرامی، من به این قسمت از صحبت‌های آقای قانیفر میخوام اشاره کنم. اولا میگه که من رفتم پیش آقای یزدی، آقای یزدی راجع به بهشتی این صحبت‌ها رو کرد، گفت ایشون با CIA ارتباط داشته، نمیدونم با ساواک ارتباط داشته، و بعد با آقای گریسیک و آقای برژینسکی صحبت کردم، اینا رد کردن این موضوع رو و گفتن این موضوع حقیقت نداره. بلافاصله از اون میپره رو مسئله دکتر شاپور بختیار. اولا راجع به اسناد خانه سدان که آقای دکتر مظفر بقایی راجع به اون اسناد صحبت کرد و خیلی صحبت ها هست، خیلی صحبت هاست. یکی از علل اینی که دکتر بقایی در تاریخ ایران در مسئله ملی شدن صنعت نفت چاچول بازی میکرد و حقه بازی میکرد، یکی این بود که یه مقداری اسناد خانه سدان رو ورداشته بود، اینا رو آورده بود میگفت اینا اسناد خانه سدانه، یه مقداری زیادی مطالب خودش چپونده بود اون تو و از این وسیله چماق کرده بود برای کوبیدن مخالفین خودش. حالا اینی که دکتر بقایی زمانی با قوام سلطنه کار میکرد، بعد چون دید قوام داره سقوط میکنه پشت پا زد بهش، بعد آمد در جریان جبهه ملی، بعد شروع کرد با مصدق مخالفت کردن و حتی افشارتوس رو ایشون رهبری کرد که بردن خونه یکی از دوستاش آقای حسین خطیبی. حالا بگذاریم، اینا بسیار داستانهای مفصلی که من نمیخوام وارد بشم، ولی بحثم بر سر آقای قانیفر. آقای قانیفر روی این اسناد خانه سدان تکیه میکنه و دکتر شاپور بختیار رو به عنوان یه خائن جلوه میده، خائنی که یعنی شما اگر صحبت های آقای قانیفر رو گوش کنید، من یه چیزی دیگری میخوام اضافه کنم، تمام مصاحبه و کتاب هایی که آقای قانیفر نوشته در ایران چاپ شده، در روزنامه شرق منتشر میشده، در این کتاباش هم چاپ میشه. در همین صحبت افق هم آقای دهقانپور میپرسه که آیا این کتاب شما که با مصاحبه کردید با آقای پرویز ثابتی امکانش در ایران هست که منتشر بشه؟
ایشون میگه که من فکر میکنم که امیدوار هستم که وزارت ارشاد مجوز چاپ این کتابو بده. اولا ایشون مرتب میره ایران میاد و من دیشب که این صحبت‌ها رو در برنامه‌ام کردم، عده زیادی از کردهای ایران، چون من خودم هم یه رگ کردی دارم، برای من ایمیل زدن و راجع به آقای قانیفر خیلی صحبت کردن که من نمیخوام اصلا اون مسئله مطرح کنم. اما بحث من راجع به این لیز خوردن ایشونو بلافاصله مسئله آقای بهشتی رو کنار زدن و آمدن روی مسئله بختیاره. به عقیده من آقای قانیفر در اینجا پوزیسیونی که گرفته پوزیسیون بسیار خطرناکیه. ایشون به عنوان محقق نیامده جلو، به عنوان یه لجنمال برخورد میکنه. میگه بختیار در طبق اسناد خانه سدان از طرف انگلیس ها تقویت شده، مورد تایید انگلیس ها بوده، نماینده خوزستان در مجلس شده. اصلا بختیار هیچ وقت وکیل نبوده در پارلمان ایران، ایشون معاون وزارت کار بوده. و بعد میگه ایشون رفت در با صدام همکاری کرد، لجنمالی به بختیار، کسی که جانشو بر سر ایدئالهاش گذاشت و از اول زندگیش پروندهش کاملا مشخصه. و یه جبهه دیگه میگیره و برای تحقیر به مصدق میگه مصدق السلطنه هم از این آدمایی بود که عوام فریبی میکرد. اما نه سندی رو میکنه و نه مدرکی. شما این مصاحبه رو در طول زمانی که در افق جریان داره اگر به دقت گوش بکنید، آقای قانیفر پوزیسیونی که میگیره به نفع جمهوری اسلامیه. من تهمت نمیخوام بزنم، گوش کنید به این مطالب، گوش کنید. و لجنمالی که ایشون به عنوان یه محقق و یک تاریخ نگار در مورد آدمایی مثل بختیار و مصدق و اینا میکنه و حتی راجع به شهبانو میکنه. میبینید که میگه این مهره انگلیسا رو اینا گفتن و ایشون آوردن کردن نخست‌وزیری به علت فعالیت‌هایی که شهبانو کرده بودن، فلان کرد، فلان کرد، فلان کرد. من نصیحتم به آقای قانیفرد اینه که شما هنوز جوانی، بنابراین کسی که اسم خودشو تاریخ نگار میذاره، محقق میذاره، باید انصاف لجنمالی نکنه کسی رو، چون مردم ایران باهوشن. آقای قانیفرد، مردم ایران آدمای بیشعوری نیستن، مطالعه میکنن. این نسل جوون ما اهل مطالعه است. برای همینه که از ابتدای استقرار رژیم جهل و جنون جمهوری اسلامی یک آن زندانهای ایران خالی نبوده. شما موقعی که میرفتید در ایران کتاباتون منتشر میشده، مصاحبهاتون منتشر میشده، به عنوان یک خبرنگار مورد اعتماد بودید، صدها جوان مملکت ما در زندانها زیر شکنجه های وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی بودن. بنابراین یه خود در کاراتون دقت بکنید، این خیلی مهمه. اما عمیانان گرامی، امروز روز عشاق در سراسر جهان. امروز روزی است که همه زنان و مردان عاشق این روز رو گرامی می‌دارن. در میهن بلازده ما ایران که همه گرفتارن، چه از نظر مادی، چه از نظر زندگی روزمره و چه از خجالتی که بعضی از ایرانی‌ها در اثر اقدامات وحشیانه این رژیم سراپا جهل و جنون در سراسر دنیا انجام میده. همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، در بانکوک 3 تروریست ایرانی در یک خانه مشغول بمب درست کردن بودن، بمب منفجر میشه، خانه به آتش کشیده میشه، مغازه، بعد یکی از اینا میاد بیرون، زخمی شده بوده، تاکسی صدا میکنه، تاکسی میبینه این خونین مالی نجارش نمیسته، این نارنجک رو پرت میکنه طرف اتومبیل و یکی دیگه شون هم یه نارنجک دیگه داشته، میخواسته سمت پلیس پرت کنه، در نتیجه تو دستش منفجر میشه، دوتا پاهاش قطع میشه و چند نفر زخمی میکنه. این در زمانی داره اتفاق میفته که روز قبل در هند درست همون رفتاری که تو ایران انجام شده بود، یه موتور سوار میاد با یه دونه از این به اصطلاح مواد منفجره که به پشت ماشین زن یکی از کارمندان سفارت اسرائیل میچسبونه که به موقع اون خانم رو با بچهش رو نجات میدن، ماشین منفجر میشه، یه زخمی میشه و این خانم و بچهش هم زخمی میشه. و در گرجستان هم همین اتفاق افتاده، یک اتومبیلی که پر از
مواد منفجره بوده، در نزدیکی سفارت بوده، اینو کشف میکنه پلیس و خونساش میکنه. اینا دارن کاری میکنن که ملت ما رو تروریست جا بزنن، مثل اون کسانی که با القاعده کار میکردن، مثل اینا که حزب الله لبنان تا به حال پای ایرانیا نبوده، اینا شروع کردن. آقای اهود باراک که دو روز قبل در بانکوک بوده، بلافاصله گفت این کارهای جمهوری اسلامی، و اسنادی که پیدا شده، آقای مرادی نامی که همین به اصطلاح زخمی شده و دستگیرش کردن، این اسناد از کیفی که در نزدیکی ایشون زخمی شده بوده پیدا کرد و بعد پلیس تحقیقات کرده. حالا در یک همچین کشوری عمیانان گرام که دختران و زنان و پسران ما هر روز زیر تیغ فشار یک رژیم عقب افتاده جهنمی است، ببینید روز عشاق رو دخترها و پسرای ما چگونه برگزار میکنن. این بسیار جالبه عمیانان، نگاه کنید. روز والنتاین اومدن کادو میخرن برای همدیگه. نگاه کنید مغازه‌ها، شیرینی هایی که به شکل قلب، گلها، درست همین مراسمی که در همه کشورهای جهان که جوانها دختر و پسر با شادمانی زندگی میکنن، دخترهای پسرهای ما حتی اجازه ندارن موسیقی بشنون، اجازه ندارن پارتی بدن، اجازه ندارن نوع لباس و نوع آرایش و نوع نمیدونم همه اینها رو این رژیم بر اینها سخت گرفته و اونها رو در منگنه قرار داده. نگاه کنید تو رو به خدا، در این حرکات زندگی رو میبینی، عشق به زندگی رو میبینی. آقای فرهادی در مراسمی که در لس آنجلس بود گفت من از طرف ملتی به اینجا آمدم، نمایندگی ملتی رو دارم که ملت صلح دوستی هستن. من اضافه میکنم ملت عاشق، ملتی که عشق به زندگی داره. نگاه کنی تو رو به خدا این صحنه رو، 32 سال تسلط اهریمنان بر میهن ما نتونسته این شوق به زندگی و عشق به زندگی رو از دخترها و پسرهای ما بگیره. عمیانان گرام، این صحنه هایی از مراسم والنتاین در ایران هست که مربوط به بی بی سیه. گفتم حیفم آمد اینا رو شما نبینید عمیانان گرامی و ازش لذت نبرید همطور که من بردم. اما در ایران لجن مالی کردن به همدیگر عمیانان گرام ادامه داره. در هر کشور دموکرات، در هر کشوری که آرای مردم در سرنوشتشون تأثیر گذاره، کوچکترین اتفاقی که میفته از طرف رسانه‌های گروهی، رادیو، تلویزیون، مطبوعات منعکس میشه. گفتم یک بار در این برنامه، در آلمان رئیس مجلس بوندستاگ آلمان یه خانومی بود، رئیس، الان یادم رفته اسمش، چندین سال، 20 سال پیش، 15 سال پیش، رئیس مجلس، شوهرش یه خانومی بود، شوهرش یک بار از اتومبیل مجلس بوندستاگ آلمان استفاده کرده بود، یه سفری فکر کنید از اینجا تا اورنج کانتی رفته بود و کاری کردن این روزنامه‌های آلمان که این خانومو مجبور به معذرت خواهی کردن و استعفا داد. همین رئیس جمهوری آلمان آقای ولف، شما نگاه کنید چند دقیقه قبل به علت اینی که زمانی که فرماندار و نمیدونم نخست وزیر ایالت شلسویگ هولشتاین بوده، آمده یه خانه ای رو خریده، از بانک پول نگرفته، از امکاناتی استفاده کرده که یک خانوم دوستش یه پولی در اختیارشون گذاشته با یه مقداری بهره پایین تر، یقش رو گرفتن مطبوعات آلمان، رسانه‌های گروهی، که شما به دلیل اینکه نخست وزیر اون ایالت بودی این تخفیف رو این خانوم به اون خاطر به تو داده، وادارش کردن 10 بار معذرت خواهی کرد. اما در یک کشور بلازده مثل مملکت ما که یه روزخانه گشتن اون بالا مقام معظم رهبری شده، یه عده دلغه کمون دوره برش هستن، اینا از همدیگه سند جمع میکنن. چرا؟ برای اینکه مطبوعاتی وجود نداره، رسانه ای نیست افشاگری کنه. حکومت ملاها و دیکتاتوری استبداد دینیه. بنابراین آدم ها از همدیگه سند و مدرک جمع میکنن.
احمدی نژاد از برادران لاریجانی، لاریجانی ها از احمدی نژاد و مشایی و جوانفکر رو نمیدونم رحیمی و اینا. یه باندم تو مجلس هست، همین اراذل اوباش که تو مجلس، تو اون طویله مجلس هستن و سند و مدرک جمع میکنن از هم دیگه که روز مبادا لو بدن هم دیگه رو. الان همه جا هست که میگن آقای رفسنجانی مدارک بسیار متقن و محکم از آقای خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای و نمیدونم اینا جمع‌آوری کرده فرستاده بیرون برای پسرش، که اگر یک زمانی اینها او رو گرفتن و محکوم مرگ خواستن بکنن، این اسناد رو بر علیه اونا منتشر کن. احمدی نژاد هم همین کار کرده، یه دو سه ماه قدرت رو گرفت، وزارت اطلاعات رو در دستش گرفت، مدارک بسیار زیادی از وزارت اطلاعات رو برداشته، از دزدی‌های برادران لاریجانی، توکلی، همه کسانی که دوروبر رهبر هستن و فرماندهان سپاه. دیدین یک بارم گفت برادران انقلابی ما تمام گمرکات رو گرفتن. برادران بیا این گمرکات رو تحویل بدین. خب برادران سپاهی رو داره میگه دیگه، منظور شهرداری که نیست که. بیاین اینا رو تحویل دولت بدین، حساب کتاب داشته باشه، خروج و ورود اجناس مالیات داده بشه. لو داد همه رو. و از همون زمانی که این رفقای سپاه پاسداران برادران انقلابی شمشیر رو از رو هستن بر علیه احمدی نژاد. حالا یکی از سایت‌های طرفدار احمدی نژاد گفته که مجلس آقای احمدی نژاد، حالا ببینید چقدر مسخره است. احمدی نژاد بلافاصله گفته من حاضرم بیام مجلس به سوالات شما جواب بدم. این اراذل اوباش که تو مجلس هستن گفته نخه، حالا نمیخواد بیای. ما این سوال و جوابا رو میذاریم زمانی که انتخابات انجام بشه در 12 اسفند و بعد بیاد. چرا؟ گفتن چون ممکنه احمدی نژاد بیاد یه اسنادی رو رو بکنه که گند قضیه در آد، چون شاکه دهن نداره احمدی نژاد، خودشو میمونه دیگه. بنابراین یه زمانی بیاد که به حیثیت آقای لطمه وارد نیاد. بعدم من به شما گفتم همینانی گرامی، گفتم این رژیم 3.5 میلیارد دلار دزدیدن خودشون دیگه، خودشون، باندای خودشون. در مسئله کاریزک موقعی که سعید مرتضوی رو گفتن، پرونده های بسیار محکم ازش وجود داره که ایشون جنایت کرده، قاضی حداد ایشون فلان فلان فلان، من همون موقع اومدم گفتم اینا اینقدر مسئله رو این ور اون ور میکنن، بعدم همه رو ول میکنن. همین کارم شد. دیشب آقای محسنی اژه‌ای اعلام کرد که دادگاه رأی داد به براءت آقای سعید مرتضوی. ایشون آزاد که بود، گفتن هیچ پرونده خلافی نداره. یعنی آقای رادان، سعید مرتضوی، آقای نمیدونم حداد، قاضی حداد، همه اون اراذل اوباش که بچه ها رو بردن تو زندان تجاوز کردن و اونا رو کشتن، و بعد پوراندرجانی اون پزشک که شرافتمندی که حاضر نشد هر پایین رو، اونم کشتنش، رفت تو دادگاه و پرونده رو مختوم اعلام کردن، براءت حاصل شد. 200 نفر از نماینده های همین مجلس قلابی با مدارکی که جمع آوری کردن تبریک گفتن به قوه قضاییه که شما آقای مرتضوی رو دستگیر کردید. حالا همه رفتن دستاشون اینجوری گرفتن جلوی چونهشون، منتها جرأت ندارن حرفی بزنن. اینا که منتخب مردم نیستن، اینا رو اون رئیس روزخانها گفته آقا اینا رو بچپونی تو این طویله، اینا در برابر اون پاسخ کن نه مردم. بنابراین ایشون تبرئه کردن. سر مسئله 3.5 میلیارد دلار هم من به شما قول میدم اینقدر اینجوری اینجوریش میکنن تا مثل جریان فاضل خداداد، یه آدم بیگناهی که حالا مثلا یه چکی هم یه مبلغ کم اینو خواستنش اونجا، آقای رفیق دوست برادرش آزاد کردن، اینو گفتن اعدام کرد. عدالت اسلامیه دیگه، عدالت اسلامی. جانیانی مثل ریشهری، فلاحیان، سعید مرتضوی، رادان، عزیز جعفری، رحیم صفوی، محسن رضایی، آقای علی اکبر رفسنجانی، آقای ناطق نوری، همه این جانی ها از همدیگه پرونده دارن. حالا اون سایت مربوط به آقای احمدی نژاد، منو میبخشید میگم آقا بعضی وقتا، گفته اگر رئیس جمهور بیاد تو مجلس این بار دیگه خودشو کنترل نمیکنه. خیلی چیزاست که مردم باید بدونن و ایشون اینا رو در مجلس همه رو خواهد گفت. میبینید
این دموکراسی رو میبینی کیف کردی؟ اینی میگه مردم سالاری دینی که همه از هم دیگه مدرک جمع کنه، اما مردم غریبه، مردم نباید این چیزا رو بدونن. اینه که سی ان ای برمیداره یک اسامی طبیلی رو منتشر میکنه، میلیارد میلیارد آقایون دزدیدن تحویل بانکای خارجی دادن. حالا البته الان مقدار زیادی از اینا همش بانکا خورده میشه، کاری ندارن بانکای خارجی، اما این آقایون اومدن در ونکوور، در لس آنجلس، در نمیدونم خیلی جا خونه خریدن، زمین خریدن، سرمایه گذاری کردن به اسم خودشون، هم یکی دو سه تا نسل بعد از خودشون، یعنی نواها و نتیجه ها و نمیدونم دخترها و پسرها و دامادا، پول مردم ایران رو غارت کردن. خیلی چیزهای دیگه هست، منتها فرصت نیست. میخوام با آقای ایرج مصداقی صحبت بکنم، همینان گرامی. آقای مصداقی نازنین، درود بر شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز. آقای مصداقی عزیز، من داشتم یک جریانی رو که شما در نشریات منتشر کردید در مورد قتل فجیع یک کودک 11 ساله به نام لیلا فتحی، اینو میخوندم، خیلی جالب بود برای من، چون اینو من خودم یک بار تو برنامه بهش اشاره کردم. خیلی مختصر اگر امکان داره، خیلی فشرده راجع به این موضوع صحبت کنید، بعد میریم سر بحث کلیمون راجع به افشاگری از جانیانی که همچنان در دستگاه‌های عدالت پرور جمهوری اسلامی مشغول خدمت به آقا امام زمان، دین مبین اسلام اونا البته، و مردم ایران هستن که میدونید دل اینا لک زده برای خدمت به مردم از نظر خودشون البته، و نمونش هم میبینید پر شدن زندان‌ها، فشار و شکنجه و قتل و غارت اموال مردم ایران و این مسائل. بفرمایید. ببینید در سال 74 یه دختری به نام لیلا فتحی که همراه پدرش رفته بود به روستای سهنله از توابع سنقر، در اونجا توسط 5 نفر رو بوده میشه و به طرز فجیعی مورد تجاوز مکرر قرار میگیره و بعد هم مورد شکنجه قرار میگیره و به قتل میرسه، از بالای کوه میندازنش پایین. بعد از مدتی یکی از قاتلین به نام هادی امیدی دستگیر میشه و بعد از مدتی اعتراف میکنه به این قتل. 4 نفر دیگه که اتفاقا از خانواده های پرنفوذ در سنقر بودن دستگیر میشن و منتها به محضی که این فرد یعنی هادی امیدی شروع میکنه به صحبت کردن، همون موقع پرونده مسیر دیگه رو طی میکنه، به این ترتیب که هادی امیدی رو در سلول به قتل میرسونن و بعد مدعی میشن که این فرد خودکشی کرده. مسئول پرونده رو قاضی نظری رو که با تیزهوشی پی برده بوده به این قتل برکنار میکنن، اون رو به تهران میفرستن و فرد دیگری جایگزین میکنن و بعد در طول 16 سال گذشته تمام تلاششون رو دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی به خرج میده که این پرونده مسیر طبیعی خودش رو طی نکنه. ابتدا به ساکن، به جای اینکه مثل پرونده های دیگه موضوع تجاوز به عنف رو و فجیع بودن این جنایت رو مورد توجه قرار بدن یا روی اون مانو بدن، اصولا میان مسئله قصاص رو مطرح میکنن با توجه به اینکه خب زنان نصف مرد حق دارن، حق حیاتشون هم حتی برابر نیست، از این بابت تبعیض دارن و میدونن خانواده بسیار بسیار فقیر هستن و نمیتونن این هزینه رو تأمین کنن که برای اینکه قاتلین فرزندشون به مجازات برسن باید پول خون و دیه اونها رو هم بدن. این ترفند رو نظام جمهوری اسلامی میچینه و اجازه نمیده که این عدالت به زن خودشون اجرا بشه. اما اون خانواده با فروش تمام زندگیشون، حتی قاشق و چنگال، این چیزی بود که پدر خانواده مطرح میکنه، سمسار میارن خونه در روستای در بندر عباس و همه چیزشون رو میفروشن به 3.5 میلیون و بعد 4 میلیون تهیه میکنن، تلاش میکنن برای قصاص، که منتها باز هم مشکلات تو این وسط ایجاد میکنه نظام جمهوری اسلامی، دادستان اون موقع مسئول دادسرا
و همچنین کشف قوس‌هایی که پیدا میکنه، تهدیدهایی که از طرف رئیس قوه قضاییه انجام میگیره به خانواده، مانورهایی که انجام میدن اجازه نمیدن، و به خاطر اینکه قدرت علی حشمتیان نماینده دور پنجم پشت برادرزاده‌های او قاتل بودن، دو تاشون که همون اول از پرونده خارج میشن فقط یه شلاقشون میزنن، دو نفر دیگه که پسر خاله هم بودن اونها میمونن در پرونده، و امروز اتفاقا باز هم عمه قاتلین قائم مقام وزارت آموزش پرورش فرشته حشمتیان و شوهرش همجدیان، احمد علی همجدیان، کاندیدای سنقره و احتمالاً به مجلس راه پیدا خواهد کرد، و البته ایشون از عوامل وزارت اطلاعات هستش، خبرچین معاونت امنیت وزارت اطلاعات بوده، و اینها سعی کردن که در طول این سالها اجازه ندن پرونده صورت خودش رو عادیشو طی کنه، و البته آقای حشمتیان هم مدتی مشاور آقای کروبی بودن، در انتخابات هم بودن. منظورم میخوام عرض کنم که همه اینها و امروز هم ایشون در مجمع تشخیص وضعیت نظام هستش، و همچنین من در اون مقالم به سابقه ایشون، گذشته ایشون هم اشاره کردم و چه کارهایی کردن و چگونه تلاش کردن که این خانواده داغدار رو حتی وقتی که فرزندش رو به اون طرز فجیع کشتن، اینها رو مجازات کردن، اینها رو جنایتی که دستگاه قضایی داره انجام میده و در طول این سال‌ها انجام داده، کم از اون جنایتکاران و کم از اونها در زمانی که اون کودک 11 ساله رو مورد تجاوز قرار دادن نبوده، و این خانواده زندگیشون رو روی این گذاشتن، روزها و هفته ها و ماه ها جلوی دفتر خامنه ای، جلوی قوه قضاییه، مجتمع به اصطلاح امام خمینی قوه قضاییه پس نشستن، و امروز هنوز مادر او به دنبال اجرای عدالت هست، و خانواده همچنین هرچند پدرشون هم مطرح کرده چشم همسرش دیگه نمیبینه، پشتشون خم شده، اما هنوز تلاش میکنن، و اتفاقا من میتونم بگم این تلاش نشون دهنده تلاش مردم ایرانه برای اجرای عدالت، که روزی در همین مسئولین نظام جمهوری اسلامی مجبور خواهند شد به خاطر این پیگیری ها، به خاطر پیگیری مردم ایران در مقابل عدالت پاسخگو بشن و خودشون مورد محاکمه در مراجع ملی و بین المللی قرار بگیرن. خیلی ممنون. ولی یه سوال اینجا برای من پیش میاد آقای مستقی عزیز، و اون اینه که همه ما میدونیم جانی مثل سعید مرتضوی که یه موقعی هم اینا به قدری وقاحت به خرج دادن که ایشون رو به عنوان نماینده حقوق بشر فرستادن ژنو، منتها اون ارق ملی ایرانیانی که در ژنو و در اروپا بودن رفتن جمع شدن اونجا، شبونه اینو فراریش دادن. ببینید چقدر وقت مثل همین آقای لاریجانی که به عنوان نماینده حقوق بشر قوه قضاییه میاد میگه قصاص یکی از مترقی ترین قوانین جمهوری اسلامی. حالا ولی من صحبتم اینه که مثلا خانم زهرا کاظمی رو که این آقای سعید مرتضوی کشت، یا دکتر زهرا فامیلیشو یادم رفتی که در همدان ایشون رو گرفتن، یعقوب. بله یعقوبی درست میگم؟ بنی یعقوب بله، ایشون رو گرفتن بردن بعد بهش تجاوز کردن، گفتن خودشو آویزون کرده از اونجا کشته. این پرونده ها رو به طور کلی اینا حاضرن هزینه های بسیار زیادی در موردش بپردازن در جریان این پرونده ها، آبروی بین المللی نداشته اینا بیشتر و بیشتر رفته. چرا اینا سعی میکنن که خودشون رو حداقل فاصله نگیرن از این جنایات؟ ببینید، به خاطر اینکه خامنه ای با توجه به تکیهش به قوای نظامی، قوای انتظامی و این جنایتکاران هست که میتونه بر کشور حکومت بکنه. به طب اینها تمایلی ندارن که این نشون بدن که در جاهایی دنبال عدالت اینها منافع رو زیر پا میذارن، یا اینکه عوامل خودشون رو به محاکمه میکشن، چون اینها تماما در نهادهای قدرت دست دارن، در نهادهای قدرت اینها جاپا دارن، اونها اجازه نمیدن. خب رقابت های محلی هست در بعضی جاها و در مرکز، خب میدونید به خاطر قدرتی که خب مثلا سعید مرتضوی یکی از عوامل خود اینها در بیت رهبری بود و از طرف او حمایت میشد، تنها در جایی اینها مهره رو سرش رو زیر آب میکنن که او شروع به صحبت کرده باشه. در ارتباط با سعید امامی یک استثناء ما داشتیم و او رو به قتل رسوندن، چرا که سعید امامی شروع به صحبت کرده بود. نظام در اون شرایط تصور میکرد نمیتونه جمع و جورش کنه، به همین دلیل او رو از حذفش کردن، یعنی درنگ نمیکنن در جایی که منافعشون به خطر بیفته، اما در جایی که خب میتونن
چون اینا آبرو که ندارن و به دنبال کسب آبرو در سطح بین المللی هم نیستن. چون خود خمینی هم این رو قبلا گفت که ما اصلا به دنبال کسب وجاهت بین المللی نیستیم، ما اصلا برای اون مهم نیست تاریخ چه قضاوتی در مورد ما میکنه. این چیزایی بود به صراحت گفته و امروز خامنه ای دنبال میکنه. حتی این موضوع هم خمینی اشاره کرده آقای مستاقی که وقتی که دشمن از شما تعریف میکنه بدون یه عیبی دارید. دقیقاً امروز خامنه‌ای هم اون رو میگه و من اینو عرض کنم خدمتتون. ببینید موضوعی که راجع به آقای محمد جواد لاریجانی گفتید یا سعید مرتضوی گفتید، ببینید بس اینه که از روز اول این نظام و زمان تشکیل اون اینها همین سیاست رو دنبال میکردن. خب در سالهای قبل چون خودم سالها در ژنو در کمیسیون حقوق بشر، در کمیسیون حقوق بشر و در اجلاسهای سازمان بین‌المللی کار شرکت داشتم، از نزدیک شاهد بودم. خب قبلا هم بوده، مقتدایی سخنگوی شورای عالی قضایی به ژنو اومده بوده و یا بسیاری از کسانی که در هیئت‌های رژیم شرکت داشتن، خب خود اینها دستی در جنایت داشتن، دست در نقض حقوق بشر داشتن. سالها آقای مهرپور رو می آوردن اونجا، خب ایشون تو شورای نگهبان بوده، در قوه قضاییه بوده و می آوردن به عنوان کسی که حقوقدانه و اتفاقا از زاویه حقوق بشر میاد در اجلاس شرکت میکنه و خب اینها همه بود و توجیهاتی که اینها می آوردن. من اتفاقا یک کتابم جدیدن انتشار پیدا کرده هفته گذشته، اسمش از سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در ایران، در که من به پرونده های رژیم در سازمان ملل اشاره کردم و که از فردای انقلاب اینها پرونده داشتن در سازمان ملل، به اونها اشاره کردم، اونها رو آوردم و نحوه برخورد نظام جمهوری اسلامی با دستگاه های بین المللی رو اونجا آوردم و ترفندهایی که دولت های مختلف جمهوری اسلامی، هم از دولت آقای موسوی، رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد، اینها در ارتباط با نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل به کار می بردن، فقط زبانهاشون فرق می کرده، محتوا یکسانه و دروغهایی که می گفتن، من همه اینا رو به شکل مستند با اشاره به اسناد بین المللی آوردم و همچنین تلاشهایی که برای انحراف سازمانهای بین المللی به خرج می دادن، من همه اینها رو آوردم، همچنین توضیح راجع به همین دستگاه حقوق بشر سازمان ملل و نحوه کارکردش. عرض میکنم با توجه به شناختی که دارم این موضوع جدیدی نیست. قبلا رجایی خراسانی همین سیاست رو داشته، قبلا آقای محلاتی که نماینده بود در نیویورک و بعد ظریف، آقای ظریف در ژنو، اینا همینا رو داشتن. بله آقای ظریف هم همینطور. بله ببینید آقای قاضی جفری رابرتسون در گزارشی که ایشون در ارتباط با کشتار سال 67 تهیه کردن، یک موضوعی رو روش تکیه میکنن و اون اینه که نظریه حقوقی میدن، چون ایشون خودشون قاضی دادگاه سیلیلاون بودن، دادگاه جنایت علیه بشریت، از قاضیان مستقل سازمان ملل هستن و اونجا ایشون اشاره میکنن که آقای محلاتی رو میشه در امریکا دستگیر کرد و به جرم مشارکت در جنایت علیه بشریت و یا اختفا و تلاش برای انحراف ذهن نماینده ویژه به دادگاه برد، چرا که ایشون در سال 68 تلاش کرده فریب بده آقای رینالدو گالیندوپول، گزارشگر ویژه ملل متحد رو، در ارتباط با قتل عام زندانیان سیاسی در زندانهای ایران. آقای مستقی عزیز یه نمونه دیگه من برای شما بیارم، آقای حسین موسویان که میدونید سفیر ایران در آلمان بود، من خودم زمانی که آلمان بودم چندین بار ما با احزاب مختلف آلمانی، من و دوستانم تماس گرفتیم و راجع به جنایتایی که سفارت جمهوری اسلامی در اروپا دست داره و به خصوص شخص آقای حسین موسویان، مدارک و اسناد بسیار زیادی بود. زمانی که میکنوس اتفاق افتاد، زمانی که شادروان بختیار رو کشتن، زمانی که بسیاری از فعالین سیاسی رو در اروپا ترور میکردن، مرکز اینا در شهر کلم بود، در یک خانهی به اسم خانه ایران و آقای حسین موسویان بر اینا رهبری اینا رو به عهده داشت و مرکز اینا هم سفارت جمهوری اسلامی در اونجا بود. الان آقای حسین موسویان بعد از اینکه احمدی نژاد گفت ایشون جاسوس انگلیساس، اومده در آمریکا به عنوان استاد میهمان در یکی از دانشگاه‌های آمریکا داره صحبت میکنه و کار میکنه و اظهار نظر میکنه، بازم از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. همین امروز دوباره این کار کرده. بله دیدم. بله ببینید فقط ایشون هم نیستن، افراد دیگه هم هستن. خب من
میتونم به سوابق اینها اگر برگردیم، آقای ملکی هستن، آقای مهاجرانی، بله عباس ملکی از نزدیکان ولایتی بود و از بنیانگذاران کمیته در تجریش بوده و همچنین در وزارت خارجه بوده و عضو دفتر خامنه ای هست و حتی در رزومش اومده در عضو دفتر یا بیت رهبری بوده و هستش. خب ایشون هست، در اروپا هم افراد زیادی مثل او هست، همین سیروس ناصری عرض کردم، ایشون نماینده دولت هم رفسنجانی هم خاتمی و هم موسوی در کمیسیون حقوق بشر بوده، در ژنو بوده و نقش داشته در تروریسم بین‌المللی و در ترورهایی که در سوئیس اتفاق افتاده، ولی خب میدونید امروز ایشون در اروپا هست، در زندگی میکنه و اتفاقا مشارکت داشته در شرکت‌های نفتی و خب همینا برای ایشون حاشیه امنیتی ایجاد میکنه و متاسفانه از جیب مردم ایران اینها هم به ثروتی رسیدن و هم موقعیت‌هایی در کشورهای اروپایی و امریکا دارن. بعد این خیلی جالبه که آقای مستقی عزیز اینا دارن نقش اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی رو، یعنی احمدی نژاد رو، نه جمهوری اسلامی، دارن در خارج از کشور بازی میکنن و الان هم شما اگر ملاحظه بکنید در بسیاری از بحث‌هایی که در تلویزیون‌های مثل صدای آمریکا، مثل بی بی سی یا رادیو زمانه اینا پیش میاد، اکثرا اینا شرکت میکنن دیگه، یواش یواش بقیه رو حذف کردن، سعی میکنن از وجود اینا استفاده کنن، برای که غرب اعتقاد داره اینا چون استخوان بندی رژیم رو به خوبی میشناسن و در ضمن طالب یک نمیدونم انقلاب و درگیری در منطقه نیستن و موقعیت منطقه کاملا به خطر میفته اگر چنانچه با قهر حکومت جمهوری اسلامی بره، بنابراین بهتره که در یک تحول بسیار مسالمت آمیز همین آقایون بیان دوباره قدرت رو در دست بگیرن. خب ببینید، اگر تحول مسالمت آمیز در ایران امکان پذیر بود، خب در سال 88 صورت می گرفت. شما توجه بکنید اون چیزی که در بسیار از کیفرخواست ها مطرح شده اینه که اینها می خواستن انقلاب مخملی کنن یا کودتای مخملی کنن، که چی کار بکنن؟ از طریق صندوق رأی تلاش بکنن نه که نظام جمهوری اسلامی رو تغییر بدن، نه اینکه تحولی در نظام ایجاد کنن، بلکه ولی فقیه رو پاسخگو کنند. خب ببینید، وقتی که به طور واضح میان این رو مطرح میکنن و این رو بزرگترین جرم و کودتا میدونن که شما بخواید از طریق صندوق رأی و از طریق ارائه نظرتون ولی فقیه رو پاسخگو کنید، اینو میگن بزرگترین جرمه. خب بنابراین دیگه چه تحولی میتونه در این نظام که بر پایه شقاوت و خشونت شکل گرفته صورت بگیره؟ البته من اگر فرصت بود، امروز که نیست، یا اگر دفعه دیگه، من میتونم به شما توضیح بدم راجع به این که اصلا این نظام و این دستگاه چجوری بر پایه خشونت و شقاوت شکل گرفته، چجوری توجیه شده، چجوری موتور حرکتش اصلا این شقاوت هست و این بیرحمی هست و همون خمینی از روز اول به چه شکلی این دستگاه رو راه اندازی کرده و با توسل به آیات قرآن، با توسل به روایات و با توسل به توجیهات مذهبی که آوردن، این دستگاه رو روغنکاری کرده و برای امروز یا روزهای آینده به اینها انگیزه داده برای شقاوت، برای بیرحمی. و خودتون میدونید اینها بارها مطرح کردن در دیدگاه حتی خمینی اومده که یوم الله روز غضب الهیه. یعنی ببینید اینها یوم، روز خدا رو، ایام خدا رو، یوم الله یا ایام الله که جمعشه، و اتفاقا آیت الله منتظری هم رو همین تکیه کردن و حتی کسان دیگه هم مطرح کردن، در نهج البلاغه هم اومده و اینها رو اون تاکید میکنن که یوم الله روز غضبه. و وقتی ببینید خداوند رو به این شکل مطرح میکنن و به این شکل در جامعه جا میندازن که تنها روی غضب او و روی خشونت تکیه میکنن و اون رو روز خدا میدونن و پس بنابراین او ویژگی خاص خدا همین هست، میان و جنایات خودشون رو توجیه میکنن و به این وسیله میان و اون وضعیتی رو که ما در کشورمون میبینیم یا این جهنمی رو که ما در کشورمون میبینیم رو اینها ایجاد میکنن. من اگر فرصتی باشه یا اگر امکانی باشه میتونم راجع به این موضوع با توجه به نشانه هایی که خمینی در دیدارهای مختلفش در سالهای گذشته گفته و داشته، این جهنمی که اینها ایجاد کردن و بعدها این جهنم رو در زندانهای جمهوری اسلامی برپا کردن، با توجه به الگویی که
داشتن و با توجه به همون الگوی آسمانی که ادعا میکنن داشتن این رو اجرا کردن و افراد رو به بلایا و عذابهای گوناگون مجازات کردن که من خب شاهد ناظره بخشی از اونها بودم و اتفاقا یک کار تحقیقی هم من دارم سر همین مسئله تحت عنوان دوزخ روی زمین که به ریشه های ایدئولوژی که شکنجه در ایران و این نهاد قدرت شکلی چک گرفته و چجوری این انگیزه پیدا میکنه و چجوری به این شکل دادن قوام دادن چجوری توجیه میکنن این جنایات رو و این جنایتکاران چجوری خودشون رو توجیه میکنن اینها رو من در اونجا اتفاقا توضیح دادم که اگر یه موقع فرصتی باشه امکانی باشه من میتونم برای بینندگان عزیز این رو توضیح بدم که ببینن با توسل به مذهب چه جنایاتی در کشور ما انجام گرفته آقای مستقی مذهب آقای شکنجه و کشتار قرار گرفته بله آقای مستقی ببخشید من چون وقت برنامه به پایان رسیده حتما این بحث رو دنبال میکنیم در هفته‌های آینده بسیار سپاسگزارم از شما که در این بحث جالب بحث رو جالب کردید با این اظهاراتی که انجام دادید و یه مقدار زیادی این نکات هنوز برای مردم ما روشن نشده و من امیدوارم در هفته‌های آینده به این مسائل بپردازیم سپاسگزارم از شما آقای مستقی عزیز خب همیهنان گرامی برنامه منم به همین جا به پایان رسید سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید تا برنامه آینده خدا نگهدار زنده باد آزادی پاینده ایران